های به همتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیوی آموزشی زبان جدید داریم و یه جورایی این ویدیو تعیین سطح زبان حساب میشه. میخوایم ببینیم زبان انگلیسی شما چقدر خوبه. اگه منو سابسکرایب نداری همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و بریم سراغ یادگیری این ویدیو جدید. خب من به ترتیب فعل ها رو میگم، تو ببین معنیش رو بلدی یا نه. در ادامش من یاد میدم این فعل رو بهت با مثال و معنی، که اگه بلد نیستی هم یاد بگیری. به نظرم بهترین راه یادگیری زبانه، واقعا معجزه میکنه. اگرم حس کردی فعلا برات خیلی جدیدن یا نیاز به تکرار داری، حتما این ویدیو رو چند بار ببین. خب اول از همه به من بگو کن یعنی چی؟ کن با هم تلفظ کنیم. کن، کن به معنی کن یعنی تونستن یا همون توانستن. پس کن میشه تونستن. Can you come tonight? Can you come tonight؟ یعنی میتونی امشب بیای؟ کن گفتیم به معنی توانستن، یو یعنی تو یا شما، کام به معنی آمدن و تنایت هم به معنی امشب. پس can you come tonight یعنی میتونی امشب بیای. سی سی به معنی دیدن هست. نمیدونم درست گفتید یا نه. سی یعنی دیدن. مثالش رو ببینیم. I saw که گذشته سی هست. I saw her yesterday. یعنی او را دیروز دیدم. I یعنی من، saw یعنی دیدن و her یعنی اون خانوم، yesterday دیروز. بریم سراغ فعل بعدی. Put. معنی put رو بلدید؟ put تلفظش رو هم میبینید. put به معنی قرار دادن هست. امیدوارم درست گفته باشید. put یعنی قرار دادن. بریم مثالش. where did you put the tickets؟ where did you put the tickets یعنی بلیط ها رو کجا گذاشتی. where یعنی کجا، سوال هست. did you تو put قرار دادن the tickets یعنی اون بلیط ها. پس tickets جمع بلیطه. call 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 تلفظش رو می‌بینیم. اگه معنیشو بلدید بگید قبل اینکه ظاهر بشه. call یعنی تماس گرفتن. پس call شد تماس گرفتن. بریم سراغ مثالش. Did you call him? Did you call him? یعنی به اون زنگ زدی؟ به او. که ما تو فارسی میگیم بهش زنگ زدی؟ Call به معنی تماس گرفتن یا زنگ زدن هست. بریم سراغ بعدی. Feel. Feel. معنیش چی میشه؟ feel این تلفظش هست ایتون، معنیش نیست، یه موقع اشتباه نکنید. feel یعنی احساس کردن. feel یعنی احساس کردن. مثالش. I feel anxious. I feel anxious یعنی نگرانم، عصبیم، احساس نگرانی میکنم. feel به معنی احساس کردن و anxious یعنی اصلا نگرانی یا عصبی بودن. بریم بعدی. come 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 معنیش یعنی چی؟ come به معنی آمدن هست. پس کام به معنی آمدن.
He come home late. He come home late. او دیر اومد خونه. He come home late. Home به معنی خانه هست و late هم یعنی دیر، دیر وقت. داره میگه he come. Look. 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 معنی لوک میشه نگاه کردن. نمیدونم بلد بودی یا نه. لوک یعنی نگاه کردن. مثالش look at me. Look at me. مثلا تو این اسلام دیدید که یک کلیپ مشهور شده بود میگفت look at me. یعنی به من نگاه کن. تو اونجا میگفت Ashley look at me. یعنی Ashley به من نگاه کن. Leave. 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 بریم سراغ تلفظش. تلفظش میشه leave و معنیش رو امیدوارم بدونید. Leave یعنی زندگی کردن. Leave یعنی زندگی کردن. بریم مثالش. I live in Shiraz. I live in Shiraz. یعنی من در شیراز زندگی میکنم. یا توی فارسی میگه من شیراز زندگی میکنم. Live به معنی زندگی کردن. این شیراز یعنی در شیراز زندگی میکنم. بریم بعدی. Buy. 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 این buy خدافزی نیست، اشتباه نکنید. این بای یعنی خریدن. به املاش دقت کنید. BUY یعنی خریدن. بریم سراغ مثال. I'm going to buy a sandwich. I'm going to buy a sandwich. یعنی میخوام یه ساندویچ بخرم. I'm going to یعنی قصد دارم. میخوام. کلا این ترکیب یعنی میخوام. میخوام یه کاری بکنم. To buy بایم یعنی خریدن. ساندویچ هم که مشخصه، تو فارسی هم میگیم. Want. 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 Want یعنی آمدن. و این موقع وانت تلفظ نکنید، از want ای نداره. I want to go. I want to go. I want to go یعنی میخوام برم. Want به معنی خواستن هست. To go یعنی رفتن. بعدی work هست. Work. 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 Work یعنی کار کردن. Work. I work for a company. I work for a company. یعنی برای شرکتی کار میکنم. Work به معنی کار کردن و company به معنی شرکت است. For هم یعنی برای. I work for a company. بریم بعدی. Try. 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 یعنی سعی کردن. Try. I tried so hard. یعنی من سخت تلاش کردم. گفتیم try یعنی تلاش کردن، سعی کردن. داره میگه so hard، خیلی سخت. من تلاش کردم، خیلی سخت. بریم بعدی. No. No. No.
No. No یعنی دانستن. No یعنی دانستن. آیا او را می شناسید؟ Do you know him? Do you know him? آیا او را می شناسید؟ بعدی give هست. Give. Give. Give یعنی دادن. Give یعنی دادن. I gave her money back. Gave گذشته give هست. تعجب نکنید. I gave her money back. پول او رو پس دادم. Money میشه پول. و گفته که gave her money back. یعنی پولش رو پس داده. Back. Get. Get. تلفظش رو ببینیم. Get. Get به معنی گرفتن هست. برعکس دادن که قبلش گفتیم. Get میشه گرفتن. بریم سراغ مثالش. I got the tickets. Got هم گذشته یه get هست. یعنی بلیط ها رو گرفتم. Tickets قبلا هم گفتیم یعنی بلیط ها. پس داره میگه I got the tickets یعنی بلیط ها رو گرفتم. Need. 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 Need به معنی نیاز داشتن هست. Need یعنی نیاز داشتن. I need a pen. I need a pen یعنی یه خودکار نیاز دارم، یه خودکار لازم دارم. Need به معنی نیاز داشتن، احتیاج داشتن. Pen یعنی خودکار و داره میگه I یعنی من need a pen، یه خودکار لازم دارم. Tell. 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 یعنی گفتن. Tell یعنی گفتن. بریم سراغ مثالش. I told her everything. Told گذشته tell هست و داره میگه I told her یعنی به او گفتم. گذشته من همه چیز رو به او گفتم. Everything یعنی همه چیز. پس everything یعنی همه چیز. Invite. 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 یعنی دعوت کردن. Invite یعنی دعوت کردن. مثالش They invited us. They invited us. گفتیم invite یعنی دعوت کردن. ما رو دعوت کردن. They آنها. Invited دعوت کردند گذشته us ما رو. پس داره میگه اونها ما رو دعوت کردند. که تو فارسی میگه ما رو دعوت کردن. Find. 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 Find یعنی پیدا کردن. Find یعنی پیدا کردن. I can't find my phone. I can't find my phone. نمیتونم گوشی رو پیدا کنم. گفتیم find به معنی پیدا کردن است. و اینجا phone یعنی گوشی. I can't نمیتونم. من نمیتونم. Use.
use. بریم سراغ تلفظش. use. use به معنی استفاده کردن هست. use میشه استفاده کردن. بریم سراغ مثال. Can I use your laptop? Can I use your laptop? یعنی میتونم از لپتاپت استفاده کنم. لپتاپ که تو فارسی هم میگیم، یوز هم گفتیم به معنی استفاده کردن. داره میپرسه میگه Can I، من میتونم از لپتاپت استفاده کنم. بعد clean هست، معنیش رو میدونید؟ clean. clean. تکرار کنید. clean به معنی تمیز کردن. فعل clean به معنی تمیز کردن هست. بریم سراغ مثالش. I will clean my room. I will clean my room. یعنی اتاقم رو تمیز خواهم کرد. داره اشاره به آینده میکنه. از کجا میگم؟ از اون willی که اونجا اومده. will. I will clean my room. اتاقم رو تمیز خواهم کرد. room هم میشه اتاق. بریم بعدی. have. احتمالا have رو اکثرا بلدید. have. با هم حالا یه بار تکرار کنیم. have به معنی داشتن هست. have به معنی داشتن هست. من یه حیوان خانگی دارم. بعدی I have a pet. I have a pet. من یه حیوان خانگی دارم. pet میشه حیوان خانگی. I have a pet. decide. decide decide به معنی تصمیم گرفتن. decide. I've decided to buy a new car. تصمیم گرفتم یه ماشین جدید بخرم. شما یادتون باشه decide میشه تصمیم گرفتن. I've decided یعنی تصمیم گرفتم. I have. ماشین هم که میشه car. like. 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 like به معنی دوست داشتن هست. like دوست داشتن. I like dancing. I like dancing یعنی من رقصیدن رو دوست دارم. I like dancing. dance به معنی رقص هست و like هم گفتیم یعنی دوست داشتن. say. 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 say یعنی گفتن. She said I love you. She said I love you. او گفت دوست دارم. say یعنی گفتن. said گذشته say هست. make. 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 make یعنی ساختن. I will make dinner. I will make dinner.
یعنی من شام درست خواهم کرد. گفتیم ویل اشاره به آینده داره. میک هم یعنی ساختن، که اینجا میشه درست کردن شام. میک دینر. چینج. چینج. چینج رو با هم دیگه تلفظ کنیم. چینج. چینج یعنی تغییر دادن. پس چینج به معنی تغییر دادن هست. I changed my car. I changed my car. من ماشینم رو عوض کردم. ببینید یه ایدی گرفته، چینج شده changed، یعنی گذشته هست. کار هم یه بار گفتیم یعنی ماشین. I changed my car. من ماشینم رو عوض کردم. Spend. 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 تلفظش. حالا بریم سراغ معنیش که امیدوارم بلد بوده باشید. یعنی هزینه کردن. Spend یعنی هزینه کردن. بریم سراغ مثال. I spend a lot of money. I spend a lot of money. خیلی پول خرج می کنم. I spend a lot of money. خیلی پول خرج می کنم. Keep. Keep. تلفظش رو ببینیم. Keep. کیپ یعنی نگه داشتن. کیپ یعنی نگه داشتن. Keep it as a secret. Keep it as a secret. یعنی مثل یه راز مخفی نگهش دار. یا ساده تر میتونیم بگیم مخفی نگهش دار. Secret میشه راز و keep رو گفتیم یعنی نگه داشتن. از هم یعنی همانند، مثل. Help. Help. تلفظش رو ببینیم. Help. Help یعنی کمک کردن. Help به معنی کمک کردن هست. مثالش میگه I always help my mom. I always help my mom. همیشه به مامانم کمک میکنم. I always. من همیشه. Help گفتیم یعنی کمک کردن. مام میشه مادر و مای مام یعنی مادر من. من همیشه به مامانم کمک میکنم. بریم بعدی. این رو شما بگید بچه ها. توی کامنت ها برام بنویسید، من کامنتاتون رو چک میکنم. وین توی فارسی چی میشه؟ وین. وین توی فارسی چی میشه؟ توی کامنت ها به من بگید. من سعی کردم سریع بگم که اگه شما بلد بودین فلا رو حوصلتون سر نره، ولی اگه حس کردی برات سخت بود، پیچیده بود، یا یه سریش جدید بود، حتما این ویدیو رو چند بار ببین. مثلا اگه الان امروز دیدی یه بار، فردا دوباره بیا تکرار کن ببین باهام، و دوباره هفته بعد، ماه بعد، 3 ماه بعد، و همین تکرار باعث میشه که تو بتونی به زبان خیلی سریع مسلط بشی. راستی اگه منو سابسکرایب نداری همین رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن. خدافظ.